سلام، یه سلام گرم و آتشین خدمت رفقای خودم. میگم یادتونه یارو شفری همه چیه مملکتو به برجام گره میزد؟ حتی میگفت آب خوردنم با برجام درست میشه. حالا برجام شده و بال گردن و جنازه روی دست مونده. شیخ فری کاسه گداییشو دست گرفته و دور دنیا را افتاده. رئیس جمهور گفت که برجام آفتاب تابان است. او خود نمیدانست روزی میرسد که به امید کورسویی از برجام به سرزمین آفتاب تابان سفر میکند تا از امربران آمریکا برای ادامه برجام راهی بجوید. برجام حالا برای دولت نه دستاوردی دارد، نه میتواند از آن خارج شود، نه میتواند به آن متعهد باقی بماند، نه میتواند گامی بردارد، نه میتواند آن را مبدل به چیز دیگری کند و نه حتی میتواند آن را به همین حال نظار خود واگذارد. شرایط برجام الان کاملا دودندود است، مثل شرایط هوای پایتخت. هم هشدار خروج از تهران و از برجام میدهند، هم از این دو خارج نمیشوند و البته تشابهات دیگر. با این حال این بار ظاهرا برجام خود به جایی رسیده که دیگر کسی داخل آن نیست. میگه یارو شیخ فری کاسه گدایی دست گرفته و رفته ژاپن. مگه این که اونا بتونن گره کوری که افتاده به کار آخونده رو وا کنن؟ اما نشد که نشد. به این میگن افتادن تو هچل، هچلی به نام برجام که حالا هیچ کس دیگه‌ای توش نیست. نکته دوم اینه، چرا در برجام به نحوی عمل شد که الان اروپایی ها امروز با بالا بردن شمشیر مکانیزم ماشه ما رو تهدید کنن؟ این چه وضعیتی است؟ با آقایان هم با یک واکنش انفعالی. دبیا، میگن به مفنگیه گفتن ایست بی حرکت. طرف که به زور خودشو سرپا نگه داشته بود، یه نگاه عاقلن در صفیحی انداخت و گفت داداش کو حرکت؟ حالا حکایت این یارو تو مجلس نظامه که دنبال واکنش کارگزارای رژیم به بنبست برجام و مکانیزم ماشه است. اما ملاحظه بفرمایین که همباندیای خود شیخ فری چی میگن. بازگشت به برجام اتفاق نمی افتد. قاسم محب‌علی مدیر کل پیشین خاورمیانه وزارت امور خارجه می گوید از ابتدا هم انتظار نمی رفت با یک سفر یا یک مذاکره گره کور این روابط باز شود. ایران به دلیل فشارهای اقتصادی ناشی از تحریم‌ها که مردم را ناراضی کرده، نیازمند یافتن راه‌هایی است که از طریق آن از فشار تحریم‌ها بکاهد. انتظارات ایران از ایالات متحده مبنی بر برداشتن کامل تحریم‌ها، بازگشت به برجام و بعد مذاکره، با توجه به شرایط و اتفاقات روز انتظار چندان واقع بینانه نیست و در عمل امکان تحقق آن بسیار اندک است. در شرایط کنونی مناقشات ایران با آمریکا و عربستان نهایتاً باید از طریق دیپلماسی و مذاکره حل شود و هیچ راه دیگری در این زمینه در دسترس نیست. اخیراً نیز شاهد بودیم که ایران در آخرین نشست مجمع عمومی سازمان ملل یک فرصت مناسب را برای مذاکره از دست داد. بای 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 بای، یارو نسخه مذاکره میپیچد. طرفو تو ده راه نمیدادن، سراغ خونه کت خدا رو میگرفت. آخه واسه مذاکره باید یه چیزی داشته باشی تا بتونی بده بستون کنی، اما عزما مفلستر از این حرف هاست. تازه طرف حسابش یه 12 ماده‌ای گذاشته جلوش که اگه عزما پای هر کدومش بیاد نظام رپتی پتویانو. دوستان مرحمت شما زیاد.